مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان همراه ما هستند. آقای مهدوی آزاد، در سومین ماه از خیزش انقلابی مردم ایران قرار داریم و حالا شهرهایی که به نوعی پایگاه حکومت محسوب می‌شدن الان صحنه اعتراضات مردمی هستند و دیدیم که مردم خانه موزه خمینی رو در شهر خمینی به آتش کشیدن. این وضعیت رو شما چطور تحلیل می‌کنید؟ بله، بذارید اول خیلی صادقانه به عنوان یک ایرانی حق رو به خودم بدم تحسین کنم این مردم ایران، معترضان داخلی رو. ببینید، حکومت جمهوری اسلامی ایران یکی از امنیتی ترین و نظامی ترین حکومت های روی کره زمین هست. در بیش از دو ماه گذشته تمام امکانات غیر نظامیشو آورده وسط با اون سرمایه سنگینی که قبلا گذاشته بود. دو تا جنایت در حد جنایت علیه بشریت انجام داده، یعنی دو تا جنایتی که فقط در قالب سرکوب دیگه شما نمیتونید توضیحش بدید. یکی اون اتفاق جمعه خونین زاهدان، اون جنایتی که با حدود 96 کشته داشت. یکی هم جنایتی که دو روز سه روز پیش بود در ایزه اتفاق افتاد. برای که فقط ابعادشو بفهمید، در مورد انقلاب 57 ماجرای جمعه سیاه بهش میگفتن یا ماجرای ده شهریور، یک نقطه عطف بود. اصلا یکی از گام‌های اصلی، مقاطع اصلی سرنگونی حکومت وقت بود. در اون ماجرا بعداً تحقیقات انجام شد، در انجام نشون داد در ماجرای میدان ژاله مجموعاً 64 نفر در تهران کشته شدن. ببین، در زاهدان 96 نفر فعالان محلی اسم میبرن فقط، اینقدر این جنایات حیرت آور بوده. با وجود این، شما می‌بینید معترضان هنوز در خیابان هستن و می‌بینید معترضان به واقع مسالمت هستن. سال 88 در یک شب 1000 تا بانک آتیش زدن. الان میبینید دیگه اصلا این خبرا نیست. اگه آتیش درست میکنن برای مثلا اسپری فلفل و گاز اشکاور و اینا هست. برای اجازه بدید من با سر تعظیم فرود بیارم. ببینید، از نسل جدید اعتراضات ایران که سال 96 شروع شد، اساسا سیاست‌های اصلی حکومت و نمادهای حکومت رو معترضان زیر سوال بردن. مثلا یکی از سیاست‌ها بحث آمریکا ستیزی بود. معترضان شعار میدادن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. یکی از سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی که نمادش بود بحث دشمنی با اسرائیل بود، حمایت از گروه های تروریستی فلسطینی. خب میدید شعار میدارن فلسطین رو رها کن، فکری با حال ما کن. یکی نماد دیگه جمهوری اسلامی بسیج و سپاهی بود که شما میدید یک دو جین شعار وجود داره، از جمله توپ تانک فش بشه، نمیدونم در مورد روحانیت توپ تانک فش بشه آخون بعد گم بشه. در مورد بسیج و سپاهی یک عالمه در واقع شعار دیگه داریم. یکی دیگه حتی برنامه موشکی ایران بمب و موشک بود، میگفتن بمب و موشک نخواستیم، مسئول دوز نخواستیم. بنابراین در شعارهای معترضین تمام نمادهای جمهوری اسلامی زیر سوال میره. منتها در مورد روح الله خمینی شما کمتر میدیدید. این اولین باره در نسل جدید اعتراضات ایران شما در واقع حمله به یکی از نمادهای اصلی و بنیانهای اصلی جمهوری اسلامی رو میبینید و اتفاقا این یکی از همون نشانه هایی است که به شما ثابت میکنه شما با یک انقلاب مواجه هستید. در واقع اتفاقی که در خمینی افتاد، اون گفتمان دو دهه گذشته که ناشی از دوران اصلاحات بود، میگفت دوران طلایی امام، اون گفتمان دیگه به نقطه قطعی به پایان رسوند و گفتمان حاکم که البته گفتمان انقلابی بود رو وارد فصل تازه‌ای کرد. بنابراین میگم اتفاقی که در خمینی افتاد فقط یک اتفاق ساده نیست، به معنای پایان قطعی و تاریخی یک گفتمان اصلاحات که آقای خمینی رو علم می‌کرد در مقابل خامنه‌ای بود هست و به معنای آغاز یا نه آغاز، آغاز که مدت از آغاز شده، تثبیت و تقویت گفتمان انقلابی 1601. بنابراین با هدف قرار گرفتن نمادهای اصلی جمهوری اسلامی، فکر میکنید که این حکومت راهی داره که از این شرایط بخواد عبور بکنه؟ ببین، تقریبا در سال قبلی توضیح دادم تقریبا تمام نمادها از طرف معترضین زیر سوال میره. نمادهای سیاست خارجی از فلسطین و آمریکا بگیرید، مدت هاست که حدود دو دهه زیر سوال هست از در نسل جدید اعتراضات که اصلا مردم بهش حمله میکنن. نمادهای اصلی حکومت روحانیت هست. شما ببینید چقدر شعار علیه آخوندها وجود داره، توپ تانک پش بشه آخوند باید گم بشه. همین سنتی که الان راه افتاده بهش میگن امامه پرونی هم چیزی میگن، صرف نظر از اینکه خوب هست یا نیست، به هر حال یک اقدام کاملا شما میبینید خودجوش اجتماعی است و نشون میده در واقع نماد اصلی حکومت روحانیت رو در زیر سوال میبره. حیرت انگیزه که در اسکولاستیک دوران قرون وسطا که کشیش ها حاکم بودن، موقعی که اون دوران داشت به پایان میرسه، شما همچین چیزهایی رو در اون زمان علیه کشیش ها میدیدید، الان علیه روحانیان که خب حکومت روحانیت هستش. علاوه بر این تمام شعارهای که مثلا حکومت میده یا علی خامنه ای میده را میبینید زیر سوال میبرن. حتی تبلیغات و پروپاگاندای مقطعی هم زیر سوال میبرن. ببینید چه حجمی شما واکنش در شبکه‌های مجازی و در شعارهای
مردم علیه این سرود مبتذل سلام فرمانده میبینید که آقای خامنه‌ای خیلی هم بهش افتخار میکرد. بنابراین میخوام بگم این جنگ نمادها در واقع چالش ملت با نمادها، چالش ملت با تنها دارایی های حکومت که در واقع پروپاگاندا است، چون جز پروپاگاندا جمهوری اسلامی چیز دیگه ای نداره، یک نشانه بزرگ هست. نشانه از این هست که انقلاب 1401 اعتراضاتی که میبینید فقط اعتراض نیست، گفتمان بسیار عمیقی پشتش هست. این نکته هست که خیلی ها پنهانش میکنن. در واقع شما با انقلابی مواجه هستید که مانیفست داره، چه مانیفستی بزرگتر از آزادی، استراتژی و تاکتیک داره، چقدر مسالمت آمیزه، تاکتیکش مثلا دفاع مشروعه، و از همه اینها مهمتر گفتمانی که داره، داره تمام گفتمان سنتی و پوسیده حکومت روحانیون رو به چالش میکشه. گفتمان مدرنی مثل زن زندگی آزادی رو میگذره. جمله آخرم اینه، اون گفتمان مدرن زن زندگی آزادی حالا اینجا معنا پیدا میکنه وقتی شما میبینید معترضین تمام نمادهای دوران سیاه، دوران قرون وسطای حکومت روحانیت رو به چالش میکشن، یکی پس از دیگری از بین میبرنش.